به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید. نبیل رئیس جمهور تحت تاثیر مهره‌های پاکستان بود. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی میگوید در زمان ماموریتش در ریاست امنیت ملی بارها در مورد فعالیت پاکستان علیه افغانستان بر رئیس جمهور غنی گزارش داده است، اما آقای غنی همواره این گزارش ها را نادیده می گرفت و بیشتر به افراد اعتماد داشت که خودشان مهره های پاکستان بودند. وی در واکنش به نگرانی ها از استفاده شدن خاک افغانستان به عنوان میدان جنگ نیابتی در صفحه فیسبوکش نوشته است، بارها در مورد برنامه های شوم پاکستان در برابر حکومت و مردم افغانستان به اشرف غنی به حیث رئیس جمهور کشور و مجلس شورای امنیت ملی به حیث مرجع توحید کننده اهداف مهم و استراتژیک برای رئیس جمهور به گونه مستند آگاهی دهی و گزارش دهی کردم، اما وی به اطلاعات نهادهای ملی افغانستان توجه چندانی نداشت. نبیل در ادامه گفته است که اشرف غنی در زمانی که وی رئیس امنیت ملی بود بیشتر تحت تاثیر کسانی قرار داشت که خود مهره نظامیان پاکستانی در داخل نظام افغانستان بودند و یا از جانب آنها توصیه های به گونه خط مشی داده می شد. به گفته رئیس پیشین امنیت ملی، رئیس جمهور به جای اعتماد بر کار و فعالیت نهادها به حرف افراد اعتماد داشت. نبیل در پایان همچنین گفته است که اشرف غنی در اوایل دوره قبلی حکومتش یک سلسله تعهدات را با پاکستان انجام داد و به اجرا گذاشت که نه تنها سود به افغانستان و مردم آن نداشت، بلکه زبانهایی را متوجه افغانستان ساخت. این در حالی است که حکومت افغانستان از کشورهای منطقه به ویژه همسایه های کشور خواسته که نباید از افغانستان به عنوان میدان جنگ نیابتی استفاده کنند. این خواست حکومت پس از آن مطرح شد که شبکه خبری CNN به نقل از اداره استخبارات امریکا گزارش داد که ایران برای کشتن سربازان خارجی در افغانستان به طالبان پاداش داده است. پیش از CNN، روزنامه امریکایی نیویورک تایمز نیز گزارش داده بود که روسیه به طالبان برای کشتن نیروهای امریکایی جایزه داده است. مقام های امریکایی این گزارش را جعلی خواندند و همچنین روسیه بارد آن گزارش امریکا را به قاچاق مواد مخدر از افغانستان متهم کرد. رویترز: تهران ضعیفتر از آن است که بخواهد اقدام علیه امارات بکند. رویترز در گزارش نوشت که ایران بر رغم هیاهویای اولیه چاره جز پذیرش عادی‌سازی مناسبات امارات و اسرائیل ندارد، به این خاطر که بعد از چین امارات دومین شریک تجاری ایران و تنها مجرای تنفس این کشور در مقابل فشارها و تحریم‌های دولت امریکا است. به نوشته رویترز، حکومت ایران حتی برخلاف برخی دیگر از کشورها به نشانه اعتراض کاردار خود را در ابوظبی به ایران فرا نخواند، با پیوندهای خود را با امارات قطع نکرد. یک مقام دولتی ایران برای ترس گفته است که ایران متناسب با منافعش عمل میکند و تا موقعی که منافع آن به خطر نیفتد به خصومت روی نمی آورد. امارات که در 150 کیلومتری سواحل جنوب ایران قرار دارد، از زمان طولانی یکی از پیوندهای ایران با جهان بیرونی بوده و حکومت ایران حاضر نیست که یکی از مجاری مهم تجاری خود را با خارج از دست بدهد. به ویژه در حال حاضر که تحریم‌های آمریکا قوی‌اند، صادرات نفت ایران را کاهش داده و مبادلات خارجی را برای این کشور پیچیده و دشوار ساخته است. رویترز از قول سید لیلار افزوده است که جمهوری اسلامی هرگز شاخه‌ای را که روی آن نشسته نمی‌برد. یک مقام دیگر جمهوری اسلامی گفته است که این کشور هیچ سودی از اتخاذ تدابیر عجولانه نخواهد برد، زیرا رهبران تهران خوب می دانند که کشورهای دیگر نظیر عمان، بحرین
و عربستان سعودی مناسباتشان را با اسرائیل عادی خواهند کرد. با این حال، مسعر جادانفر، تحلیلگر اسرائیلی ایرانی تبار، بروی ترز گفته است که عادی‌سازی مناسبات اسرائیل و امارات، یعنی مهمترین شریک تجاری حکومت ایران، در منطقه شکست بزرگ برای ایران در خاورمیانه بوده است. همچنان یک خبر دیگر، بنبست صلح، فرصت برای شنیدن صدای قربانیان جنگ. پس از موافقت لوی جرگه مشورتی صلح با آزادی 400 زندانی گروه طالبان، رئیس جمهور غنی فرمان رهایی این زندانیان طالبان را امضا کرد. قرار بود پس از رهایی این زندانیان، نخستین دور گفتگوهای بین الافغانی به روز یک شنبه هفته جاری در قطر آغاز شود. به تازگی، فرانسه، استرالیا با آزادی زندانیان که در قتل شهروندان و سربازان فرانسوی و استرالیایی در افغانستان دست داشتند، مخالفت کردند. این دو کشور از دولت افغانستان خواستند که در مورد رهایی قاتلان سربازان آنها اقدام نکند. ملاحظه این کشورها در پیوند به رهایی برخی زندانیان خطرناک گروه طالبان ظاهرند، پروسه صلح را با بنبست جدید روبرو کرده است. وزارت دولت در امور صلح نیز گفته است کوشش میکند تا آن عده کشورهایی را قانع کند که مخالف آزادی شمار از زندانیان میباشند. تصمیم در مورد حدود 400 زندانی خطرناک گروه طالبان توسط لوی جرگه مشورتی صلح که از تاریخ 17 تا 19 اسد در کابل برگزار شده بود اتخاذ شده است. این تصمیم لوی جرگه با انتقادهای گسترده شهروندان و سیاسیون بیرون از حکومت روبرو شده بود. استدلال منتقدان این بود که هیچ کس نمیتواند تروریستانی را که مرتکب جنایت‌های فراوان شدند، آن هم بدون در نظر گرفتن خواص قربانیان جنگ، از بند رها سازد. رحمت را شریعتی از فعالان جامعه مدنی در ولایت دایکندی میگوید: رفتار یک جانبه ظلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان و رهایی بی قید و شرط زندانیان خطرناک گروه طالبان، حتی متحدان ایالات متحده امریکا را نیز شوکه کرده است. او می افزاید که متحدان امریکا منابع زیاد را در افغانستان مصرف کردند. این سادگی نمی خواهند منافع خود کنار گذاشته و خون سربازانشان را زیر پا بگذارند. نسیم ابراهیمی، استاد دانشگاه بامیان، نیز در گفتگو با روزنامه اش صبح پروسه صلح را فاقد، یعنی زیر ساختهای اجتماعی می داند و دور گذاشتن مردم از این روند را دلیل اصلی بنبست کنونی صلح عنوان می کند. تشکر که تا آخری ویدیو با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوهای بعد، الله حافظ و نگهدار همه شما.